روز بخیر به تمام شنوندگان پادکست فارسی زبان کوریر. به قسمت 4 پادکست خوش آمدید. در قسمت‌های قبلی بحث‌های طراحی کاراکتر، مفهوم و طراحی گرافیک بحث شد. این قسمت شروع بحث معمار داخل پادکست کوریر است. مهمان امروز پادکست آقای سروش مهاجری هستند. ایشون در حال حاضر دانشجوی دکتر معماری و همچنین بنیانگذار پروژه تهرون ویلا هستند که باز در موردش براتون مفصل توضیح میدیم. خب من این مقدمه برای شنونده‌ها فراهم کردم. حالا اگر ممکنه شما هم خودتون رو جناب مهاجری خودتون معرفی کنید برای شنوندگان. سلام، وقت همگی بخیر. من سروش مهاجری هستم، دانشجو دکترای معماری همونطور که گفتی و توی حرفه معماری حالا چند تا پروژه متفاوتی رو کار کردم که به وقتش حالا توضیحات تکمیلی رو میگم. دغدغه اصلیم هم در واقع از چند سال پیش پیرامون معماری مدرن تهران بوده و به صورت تخصصی ویلاهای دوران پهلوی که تونستیم با یک سری از دوستانی که علاقمند و دغدغه‌مند و حساس هستن نسبت به شهر یک گروهی رو تشکیل بدیم و تلاش بکنیم برای حفظ این میراث، که حالا تو ادامه به تفکیک من میگم که چه کارهایی رو صورت دادیم و امیدوارم مفید واقع بوده باشه. من در خدمتم. خب از اول شروع کنیم. این که از همون اول، یا بهتر بگم دوره دبیرستان، شما میدونستید که میخواید معماری بخونید یا اینکه سمتتون به رشته دیگری بود و بعد به معماری روی آوردید؟ یه توضیح کلی در رابطه میدید برای که شنوندگان بهتر بشناسن شما رو. من واقعیت اصلا قرار نبود معماری بخونم. من چون از تقریبا دوره راهنمایی موزیک کار کردم و خیلی حرفه‌ای هم شروع کرده بودم به نوازندگی، حالا به صورت تخصصی ساز سه‌تار، و خیلی اصرارم داشتم که مثلا برم هنرستان موسیقی و ادامه بدم، ولی خب به شرایطی، به دلایلی که یکی از مهمترینش خانواده بود، تصمیم گرفتم که من که نه ولی خانواده تصمیم گرفت که من رشته ریاضی فیزیک رو بخونم و ادامه تحصیل دادم تا پیش دانشگاهی. و بعدم احساس کردم نزدیکترین چیزی که میتونه حداقل به موزیک باشه رشته معماری بود. هیچ وقت هم توی معماری نه شاگرد زرنگی بودم یا خیلی آدم ریلکسی بودم توی اون دوران، هنوزم هستم در واقع، و یکی از دلایلی هم که شاید همینطوری پشت سر هم تونستم مقاطع و بیام بالا همینه که با معماری دارم بیشتر بازی میکنم. و خب هنوزم دغدغه اصلی موسیقی هست و هیچ بعیدم نیستش که کلا بزنم زیر همه چی و برم دنبال موزیک و زندگی که شاید حرفه‌ای به صورت تخصصی دوباره برم سراغ اون قضیه. هیچ پیش زمینه راجع به معماری نداشتم، تو کلاس‌های عملی معماری آدم همچین زرنگی هم نبودم، ولی از لحاظ حالا تئوری معماری اگر بخوام بگیم، چرا، کتاب زیاد می‌خوندم، هنوزم می‌خونم و تو اون بود حداقل یه آشنایی نسبی دارم نسبت به اتفاقا. حالا از دوره توی ترم هفته کارشناسی خیلی علاقمند شدم، یا 5 بود یا 7 یادم نیست، به معماری معاصر ایران، و توی دوره ارشد اصلا تزم رو بر مبنای اون کار کردم. همچنان هم این کار رو دارم انجام میدم و تو این زمینه حالا به همکاری یکی از دوستای خیلی عزیزم یک وبسایتی هم راه اندازی کردیم به نام آرکوما که تلاش داریم میکنیم یه دانشنامه معماری معاصر ایران باشه تو بچهای مختلفش، چه حالا نشریات، چه پروژه ها، چه مصالح، که تقریبا یک فکر کنم 10 ماهی هستش که لانچ شده و داره پیش میره دیگه. این یکی از همون پروژه‌ای بود که تو این چند سال انجام دادم. همین. و اینکه شما، من همونجور که توضیح دادید خودتون در مورد تهرون ویلا یه مقدمه گفتید قبلا چند دقیقه پیش، اگه اشتباه نکنم شما از دوره ارشد شروع کردید که به شهر توجه کردن و باور دارید که دید مردم باید نسبت به شهر عوض بشه. نقش یک معمار در افزایش سطح شعور مخاطب عام چی است و همچنین مخاطب خاص که همون معماران؟ و اضافه بر این سوال ببخشید، شما به عنوان یک معمار برای افزایش شعور بصری مخاطبین چه نسخه ای رو ارائه میدید؟ اول اینکه نسخه ارائه دادن که کاملا کار غلطیه. من اول که دکتر نیستم که بخوام نسخه ارائه بدم، و حتی اگرم دکترهایی در کل
دنیا باشن که این کار بکنن، اینا ما به ازای هر بیماری این کار رو انجام میدن، چون که باید شرایط فیزیکال طرف رو، شرایط روحی طرف رو و خیلی آیتم های دیگه رو در مد نظر داشته باشن تا بتونن حداقل یه به قول شما نسخه رو ارائه بدن. در نتیجه اتفاقی که از موزله اصلی معماری مملکت ما هم همینه که دنبال نسخه ارائه دادنن. من حالا با دوستان که صحبت میشه این بحث همیشه هستش که ما جایی که مسئله رو بخوایم حل بکنیم میخوایم مسئله رو تموم بکنیم، یعنی یه جوری قضیه فقط انجام بشه و بره. عادتی که بر ما الان پیش اومده این هست، اون پروژه تهرون ویلا، البته این یک پروژه جامع‌تریه تحت عنوان تهرون نوشت، که تهرون نوشت در واقع یک، به خاطر دغدغه من پیرامون تهران که از سال 90 هم میشد که شروع شده بود این قضیه، این ساختمونه که حالا من درگیرشون میشدم، همیشه برام یک مسئله اصلی این بود که چطور میشه که توی همچین بستری توی تهران ما یک سری ویلاهایی رو حداقل اونطوری که حالا علاقه شخصیم بود داشته باشیم که هم با زبون روز دنیا خیلی درست داشت پیش میرفت، هم نسبت به زمینه و بستر و جغرافیای خود تهران که یک جغرافیای شیبدار و عجیب غریبی هست داشت ارتباط درستی رو برقرار میکرد و همه هم راضی بودن، چه خود کارفرما، چه خود مخاطب، چه خود آرشیتکت، و وجه های زیبایی شناسی فوق‌العاده ای هم داره. این تهرون نوشت در واقع لایه‌های مختلفی داره. یک پروژه‌ای که از پارسال ما دوباره تصمیم گرفتیم بارگذاریش کنیم توی، حالا فعلا توی شبکه اینستاگرام، در واقع یه تهرون فریم هست که حفاظ‌ها و نرده‌ها و پنجره‌های تهران رو اومدیم بررسی کردیم و فعلا در حال مستندگاری تصویریش هستیم و دیداری، و از یه مدتی قبل البته شروع کردیم اینها رو به صورت فایلای معماری در آوردن که یک مجموعه بسیار بسیار دیدنی هست از پنجره هایی که با نرده ها و حفاظ های اصلا تنوعش عجیب غریبه و متاسفانه همش داره تخریب میشه، چیزی که وابسته به خود تهرانه. تو شهرهای تاریخی دنیا داریم دیگه، مثلا شما تو استانبول بری یا توی پراگ بری، جاهای دیگه خیلی زیاده، و چون با بافت اونجا بافت رو کامل حفظ کردن و نگه داشتن ممکن اصلا چشمم حساس نکنه، ولی تو تهران به دلیل این ساخت و ساز عجیب غریبی که رخ داده، این مثلا یه خونه نقلیه، ولی خب این خونه با یک پنجره شاهکار تونسته در حد خودش به زیبایی شهر اضافه کنه. نسبت به جواب سوال شما این که یک معمار چه کاری میتونه بکنه، ببین مسئولیت اجتماعی یک معمار این هست که باید تلاش بکنه برای اینکه سلیقه جامعه رو بکشه بالا. من خودم همیشه معتقدم که اگر یک آرشیتکت خودش جهانبینی یا سلیقه یا هر چیزی اسمشو میذاریم، اگر اینو خودش خودش تقویت نکرده باشه و اصلا بلد نباشه زبان خودش رو، اگر موزیک درست گوش نده باشه، اگر گالری نره، اگر تئاتر ندینه و خودش رو در واقع آگاه نکرده باشه به زمینه‌ای که داره توش کار میکنه، نمیتونه سلیقه جامعه رو بالا ببره. در نتیجه یکی از مهمترین اتفاقهایی که الان رخ داده اینه که چون خود معمارها به دلیل خروجی زیادیه که دانشکده‌های ما دارن و خب تو دنیا اصلا بی نظیریم دیگه، خروجی ما چندین برابر کل اروپا و شاید آمریکا باشه از طریق از لحاظ تعداد خروجی دانشجو، و از اون طرف خب این دانشجو رو یک سری مدرسی باید باهاشون کار کنن که اونها هم از فیلترهای درستی رد نشدن مطمئنن، و در نتیجه سطح سلیقه خوب، یعنی یک شما یک جامعه رو تصور کنید که قرار سطح سلیقه یه مقیاس بزرگتری رو ببره بالا، وقتی این معضل هنوز بین خودشون حل نشده و آدم‌هایی هستن که آگاهی کمتری دارن پیرامون اصلا سواد دیداری، سواد شنیداری و بس الهازا، در نتیجه انتظاری نباید داشته باشیم که مملکت، یعنی کلا معماری که الان اطرافمون داره شکل میگیره، تغییر بنیادی بکنه. یک سری چیزهای زیر ساختی که باید عوض بشه، ولی خب مطمئنا مسئولیت اجتماعی یک
آرشیتکت یا یک معمار یا یک دفتر معماری یک استودیوی معماری اینه که تلاش بکنه تا جامعه چشمشون حساس‌تر بشه نسبت به این بناها. ما یک چیزی که الان کاملا از دست رفته واسمون حس تعلقمون به شهرهاست، خیلی هم حیفه. یعنی من به عنوان یک شهروند کرجی که از بچگی تو کرج بزرگ شدم تلاش خودم رو انجام دادم، ولی خب وقتی که یک خونه حداقل برای 40 50 سال پیش رو دارن تخریب میکنن، نمیتونم جلوش وایستم، نمیتونم جلوی این موج وایستم. شما حالا اینو بس بدید، کرج حالا یک شهریه که شاید خیلی‌ها بگن سابقه تاریخی نداره، ولی خب از قدیم به خاطر چسبیدنش به تهران محجور بوده. ولی خب حالا شما شهرهای بزرگتر هم در نظر بگیرید، خیلی راحت خونه‌های درست حسابی و تاریخی که هر جای دیگه دنیا باشن و دارن تخریب میکنن، یعنی هر جای دیگه دنیا بودن اینو به عنوان یک اصلا مرکز توریستی در نظر میگرفتن، ولی خب خیلی راحت دارن تخریب میکنن و شهروندا و مسئولان اصلا هیچ تعلق، فقط در حد یک سری اعتراضیه که ملت بیان لایک بزنن توی شبکه‌های دیجیتال، در همین حد فقط بسنده میشه. و شاید حالا من که حداقل تا حالا ندیدم که یک مسئولی هم حتی بخواد توبیخ بشه یا استعفا بده یا هر چی. ما باید یه سری تغییراتی انجام بدیم دیگه، کلیت حرف هم فکر کنم این باشه بهتره. بله، همینجور که صحبتاتون گفتین بحث از معضلات جامعه معماری و کلا معماری تو ایران بود. حالا من میخوام این سوال ازتون بپرسم، از نظر شما بزرگترین فاجعه حال حاضر در معماری ایران چیه و همچنین شما تو این رشته در حال حاضر چه چیزی ابتذال میدونید؟ این یه داستان ابتذال مثل همون سوالیه که همیشه هستش که مثلا یه آلبومی مثلا نامجو شاهین نجفی یا هر کسی میده و یک سری آدمایی که فکر میکنن و دوست دارن که حداقل تو چش باشن میگن مثلا این ابتذال موسیقی یا اصلا موسیقی مبتذل. مثلا حالا من چون این مثال از موسیقی میذارم به خاطر اینی که میگم اونجا هم یه دغدغه‌ای دارم، من به شخصه با این اصلا واژه ها یک چیز آبیه خیلی شدیدی دارم و اونم به خاطر اینه که ما نمیتونیم یک استانداردی رو تعریف بکنیم برای کل دو، حداقل الان دیگه نمیتونیم یک استانداردی رو تعریف بکنیم با توجه به این پلتفرم هایی که صبح تا شب داره میاد رو سرمون خراب میشه و هیچ چاره ای هم جز همراهی باهاشون نداریم. یعنی ما نمیتونیم با اسپاتیفای مثلا مقابله کنیم یا خیلی از رسانه هایی که ما رو دربر گرفتن. در نتیجه این داستان ابتذال خیلی تبعات، یعنی اصلا اگر بخوایم راجع به حداقل ابتذال حرف بزنیم من نمیتونم واقعا چی رو بخوام برای مثال بزنم، ولی مشکل زیاده. طبقه بندی سوال اول تو من یه لحظه تو حضور ذهنم پرید، میشه یه بار دیگه بپرسید تا من اینو دقیق‌تر بگم؟ بله بله بله، این که بزرگترین فاجعه در حال حاضر تو معماری ببینه ایران چیه؟ یه ذره بیایم اینو محدودتر کنیم، اینقدر چون هی بزرگترین و فجیع‌ترین و مبتذل‌ترین و یه ذره راجبه انتخاب کلمه هامون بخوایم دقیق‌تر بله بله. چیز بکنیم. ببین من فکر کنم یکی از مهمتریناش همین عدم تعلق به شهره. دومیش اینه که اگه بخوام فقط تیتروار بهت بگم چون خیلی عناوین زیادی داره، نگاه باید از بالا به پایین عوض بشه. ما هنوز وزارت مسکن نداریم، یعنی نه که بگم هنوزا، ما از یه دوره‌ای به بعد کلا که حداقل یه وزارت خونه بود، وزارت مسکن و شهرسازی، بعد مسکنش رو حذف کردن، الان شده راه و شهرسازی. ما انجمن صنفی برای معماران نداریم، یک چیزی مثلا نظام پزشکی. شما همیشه دیدین دیگه تو نظام پزشکی هر اتفاقی بیفته همه پشت هم دیگن، ما پول ما نداریم و این یک ضعف بسیار، اصلا این شاید همون فاجعه‌ای باشه که شاید مد نظر شماست. یک چیز بسیار دردناکترش اینه که ماها پشت هم وای نمیستیم. یعنی اگر یک پروژه‌ای به من نوعی ارجاع داده بشه که با حداقل میفهمم که این به درد شهرم نمیخوره و داره یک توده انباشته سرمایه عجیب غریب دیگه به شهر داره اضافه میکنه و من اون پروژه رو رد بکنم، شک ندارم که یک آدم دیگه هست با قیمت شاید حتی نصف و خیلی کمتر اون رو انجام میده و اصلا براش مهم نیستش که چه بلایی داره سر
حداقل ریخت شهر میاد. ما باید یک نظامی رو داشته باشیم که دغدغه خیلی هم هست. اول از همه نسبت به یک اساسنامه هممون پایبند باشیم و بعد اون نظام بتونه خط بده. و یک معضل اساسی اینه که یک بازنگری بسیار بسیار مهمی باید صورت بگیره تو نظام آموزش معماری مملکت. که مثال براتون بزنم، ما قبل انقلاب اگه اشتباه نکنم سه یا چهار تا دانشکده معماری مهم داشتیم، حالا پریسا هنرهای زیبا، دانشگاه ملی دیگه، حالا علم و صنعت و اینا هم داشتن اضافه میشدن و حالا خود دانشگاه هنر که حالا اون باز کم و زیاد بود. الان تعداد دانشکده هامون انقدر زیاده که اصلا سرسام‌آور عددش، میگم چندین برابر کل دنیا این ما. اینو میخوام بگم که حتی آدم هایی هم که الان از پریس هنرهای زیبا مثلا فارغ التحصیل میشن یا دانش آموخته میشن هم میدونن که یک سری آدم دیگه ای هستن که همون مدرک رو دارن میگیرن ولی با رتبه شاید خیلی بالاتر، منتها تفاوتشون اینه که پول دادن، یعنی رفتن توی مثلا پردیس دانشگاه شهید بهشتی درس خوندن. من اصلا نمیخوام نسبت، یعنی قصدم این نیستش که بگم این آدم ها باهوشترن، اون آدم ها مثلا استعداد کمتری دارن یا هرچی، اصلا همچین قصدی ندارم. حرفم اینه که انقدر به رشته معماری حداقل انقدر به عنوان یک، حتی بگم یک نظام سرمایه‌داری نگاه شده الان، به عنوان یک بنگاه دیگه، یک بنگاه اقتصادی، رشته درآمدزاییه و تمام دانشگاه‌ها دارن از توش پول درست حسابی در میارن، جزو گران‌ترین رشته‌های مملکته. این سیستم باید از بین بره، یعنی اصلا باید کسی که میاد معماری از چند تا فیلتر رد بشه. همه جای دنیا هم اینطوری، شما باید مصاحبه بدید، شما باید پورتفولیو داشته باشید، باید اصلا آدم دغدغه‌مند این رشته باشید. و از اون طرف هم آدم هایی که دارن به اینا معماری رو یاد میدن باید آدم های درست حسابی باشن. خیلی روک بگم، الان از حداقل آرشیتکتایی که میگم سوپر استار، ولی خب دفاتر معتبر معماری مملکت آدمایی که اونجا تاثیر گذارن فکر کنم کمتر از یک مثلا تعداد انگشتان دست دارن توی مراکز معتبر دانشگاهی درس میدن. یعنی آدمی که بلد معماری رو کنار گذاشتن به دلایل عجیب غریب، یعنی مثلا اینکه طرف دکترای معماری نداره پس که اجازه تدریس توی رشته معماری رو نداره. این واقعا یک معضل عجیب، اصلا خب خیلی از معمارای درستی مدرک بر شما میشه میرن توی حرفه، با اینکه حالا یک تفاوتی هست بین حالا مثلا ما بگیم حرفه معماری یا پرکتیس معماری و حالا از این سمت آموزش تئوریک معماری، ولی حرفم اینه که چند لایه است این فاجعه و باید میگم نگاه کلان عوض بشه. ما وقتی که نگاه کلانمون نسبت به سیستم کلا ساختمان‌سازی تو ایران سیستم سرمایه‌داریه، یعنی ما ساختمون می‌سازیم برای اینکه یک ما به ازای یک پولی رو تولید کنیم. آماری که نسبت به خونه‌های خالی توی شهر تهران حداقل هست فاجعه است. یعنی الان اتفاقا جالبیش اینه که کیفیت زیست در محله‌های بالا شهر تهران به مراتب پایین‌تر از محله‌های میانی و حتی پایین شهر تهرانه. یعنی اینطور اصلا ما نگاه نکنیم که کسی که الهیه یا فرمانیه یا قیطریه میشینه، حالا من تهران رو این مثال میزنم فقط به دلیل اینه که یه شناخت کمی دارم نسبت بهش، اون کیفیت زیستی که تو اون محله هایی که اسم بردم هست به مراتب پایین تره به دلایل مختلف. یعنی شما توی کوچه مثلا 6 متری زندگی میکنید با یک سری آپارتمان حیولاواری که مثلا 12 طبقه است با یک سری مصالح یقور بد فرمی که اصلا متعلق به اونجا نیست، تمام سال یک خیابون یا یک کوچه سایه است، برف که میاد اونجا تبدیل میشه به یک در واقع چی میگن یک سرسره، اساسا یه چیز عجیب غریبیه. و جدای از اونم آلودگی صوتی و شنیداری بسیار بسیار دردناکی اونجا همیشه در حال ساخت و ساز اطراف، آلودگی زیست محیطی بسیار بدی هست و حالا طبعات عجیب غریبی که آدم اصلا توی همچین بافتایی داره تجربه میکنه. و مثلا چیزی که خیلی وقتا هستش که ما درک میکنیم که وقتی تو شهر داری راه میری آدم ها حالشون بده،
و به همدیگه میپرن یا توی مترو با همدیگه دعوا میکنن یا هر فضای دیگه، وقتی میبینید لبخند از رو لبای مردم رفته، واقعا یکی از مهمترین دلایلش ساختمونی که دارن توش زندگی میکنن، نور درست حسابی نداره، تهویه آنچنانی نداره و این باعث میشه که اساس زیر ساخت فعلی جامعهمون ریختی بشه. ما نمیتونیم درست با همدیگه تا فرصت گفتگو داشته باشیم. اینا خیلی خیلی دلیل مهمش اونجایی که داریم زندگی میکنیم دیگه و اصلا توجهی بهش نداریم. و حالا من امیدوارم فقط جواب اون سوالات داده باشم، چون که اگه بخوایم وارد این داستان بشیم خودش یک پادکست جدا میخواد که مثلا بشینیم دیگه بررسی بکنیم که چه فاکتورهایی باعث میشه که ما به این فاکتورها برسیم. حالا در همین حد من فکر کنم بس بشه. بله ممنون، جواب خیلی هم مفصل و خوبی هم بود. و فقط یه نکته فقط خدمتتون بگم در مورد هویت شهری، گفتین که یه موضوعی که من خودم چند سالی دارم میبینم و حتی دوستام هم حتی متوجه شدن اینه که نمای رومی خیلی به قولم باب شده بین مهندس عمران و معمارا نسبت به پوست بیرونی تو آپارتمان سازی، و اینکه دلیل اصلیش چی هست اصلا، این از کجا به قولن نشأت گرفته نمای رومی تو ایران باب شده تو شهرها. این برای خودم سوال هویت شهر رو قشنگ مختل میکنه یه جوری. ببین اول این کلمه هویت شهری یکی از همون کلمات شبیه مثلا بگم سازوکار، شبیه هم کلمه های مدیرای دولتی ایرانه. یه چیزیه که اصلا واقعا یه چیزه که هیچ تعریف واحدی نداره، هر کسی که میاد بهش یه رنگ و بوی میده و فکر میکنه اون چیزی که اون طرف فکر میکنه درسته. الان مدیر کل میراث یه شهری عوض بشه میگه هویت شهری رو ما میخوایم احیا کنیم، ولی شما الان خودتون تو کدوم شهر رفتید که هویت شهریش درست باشه؟ حداقل تو ایران غیر از شهرهای تاریخی که اونم باز محدودیت‌های فکر کنم فرادست، یعنی مثلا یونسکو و یک سری ارگان‌های بین‌المللی اجازه چیز نمیدن، وگرنه این دوستان میتونستن راحت با بولدوزر نقشه جهانم خراب کنن چون که پارکینگ خوبی از توش در میاد حداقل. ولی نخواهیم از موضوع حالا دور بشیم. ببین این داستان هویت شهری و اصلا این که چی کار میشه کرد، یا این سوالت که راجع به نمای رومی، اولا که نمای رومی حالا یه ذره ما بخوایم تخصص تر بگیم نمای کلاسیکه، یک سری ساختار داره این نمایی که حالا از معماری کنار ایران باستان میومد که داخل معماری ایرانی هم هست. یعنی شما معماری تاریخی ببینیم مثلا تخت جمشید هم شاید از این چیزا داشته باشه، تو سرستوناش یه چیزای ترکیبی هست ازش که وام گرفته از اوناست، چون بالاخره معماری کل دنیا رو جمع کرده بودن. این نمای کلاسیک یا حالا باب شده نمای رومی، این که بخوایم بگیم از کجا میاد، موده، کما این که ما بخوایم مدهای حداقل معماری معاصرمون رو تعریف بکنیم، یه دوره مد شده بود آجر 3 سانتی بعد از انقلاب، حداقل بعد از دوره جنگ، یه دوره باز مد شد، اینا هم وابسته به سیاست‌گذاری‌های دولت هست، وابسته به آدم‌هایی هستش که حتی مصالح ساختمانی رو می‌ریزن، یعنی یه چیزای خیلی بالاتریه که ماها شاید اصلا بهش فکر نکنیم. ممکنه یه آقازاده‌ای مثلا تصمیم بگیره که یک مصالح شیشه‌ای رو توی چیز وارد بکنه تو بازار مصالح و خواه نخواه این میاد تو دل ساختمان‌سازی. یه دوره‌ای اگر یادمون باشه نامه کامپوزیت مد بود تو دهه 80، هنوز هم ما تبعاتش رو داریم میبینیم. حالا باز خیلی از معمارا اومدن با همون نمای کامپوزیت تونستن کارهای به نسبت سالم‌تری رو انجام بدن، چون میدونی وقتی تو درگیر یک مد میشی خواه نخواه باید یا تن بدی بهش یا خودتو جدا کنی. اگر تن بدی بهش که خب مثل بقیه، مثل همه ساختمانی که اطرافمون، اگر بخوای جدا کنی اونجا تازه شروع همون رسالت اجتماعی معمار بودنت شکل میگیره. این که از کجا میاد این نمای کلاسیک و اصلا چیزی پیچیده ای هم نیست واقعا، این تا چند سال دیگه هم از بین میره شک نکنیم. این مدل فکری آدم هایی که داخل ایران هستن عوض شده. بخوام یه ذره حداقل بست بدم این چیزی که دارم میگم رو، اینه که ما از یه دوره به بعد
تصمیم گرفتیم که کارهایی رو که انجام میدیم با بقیه به اشتراک بذاریم و تو لایه بعدی اون رو تو چش همدیگه فرو بکنیم. این نمای کلاسیک حداقل اون چیزی که شما دارید میگید، چون مهندس عمران حداقل کارش این نیستش که بخواد لحاظ زیبایی شناسی مثلا بگید پیشنهاد نما بده. اگر این کار میکنه از دید من کار اشتباه و غلطیه، چون کورس ها و کلمه فارسیش چی میشه دوره های زیبایی شناسی حداقل نیده، یا اگرم رفته دیده باشه میگه مثلا در زمینه کاری این آدم نیست. کلا مهندسین عمران باید با همکاری مهندسای من با این جنگ این دوتا گروه هم کاملا مخالف، اما اینا اونا قبول نداره هرچی، بعد کنار هم دیگه آقا ساختمون رو درست کنن، یه ساختمون رو سلامت و پایدار و درست حسابی ببرن بالا. این چیزی که اتفاق افتاد این بود که ما تصمیم گرفتیم که هر چیزی که داریم رو حتی توی تقلبی ترین حالت ممکنش تو شش همدیگه فرو بکنیم. یعنی این شبکه‌های اجتماعی هم خیلی کمک کرد. اصلا یه جور دیگه بگم، رسانه‌هایی که به وجود اومدن از چندین سال پیش، شبکه‌های اجتماعی که به وجود اومدن خیلی دامن زدن. ما هیچ کدوممون تربیت نشدیم برای اینستاگرام، ما هیچ کدوممون هیچ جای دنیا ها، حالا من میگم فکر نکنید مثلا مختص ایرانه، اتفاقا جاهای دیگه ما معتاد به شبکه اجتماعی داریم که این خب یک چیز اصلا عجیب غریبیه، ولی خب ما هیچ کدوممون اصلا تربیت نشدیم به این که آقا ببینیم مدل فکریمون تو شبکه‌های اجتماعی چیه. کسی که حداقل منو مثلا تو اینستاگرام فالو میکنه ممکن اصلا نفهمه من یک معمارم، من شخصی دارم میگم، چون خب مدل فکری من فرق داره با هزار تا آدم دیگه. در نتیجه یهو تصمیم جمعی این شد که آقا ما چیکار کنیم که به چشم بیایم. یکی از مهمترین داستانهایی که باعث میشه یک جامعه به چشم بیاد معماریه. شما وقتی که انقلاب قراره صورت بگیره توی مملکت، میرن ساختمون رو تسخیر میکنن. اینو من قبلا هم با دوستان بحث کردیم و گفتم، یعنی مثلا مجلس رو میرن میگیرن، میرن مثلا صدا و سیما رو، میدونی این یعنی یک رفتاری که نسبت به ما به ساختمون داریم. پس مطمئنن خود ساختمون یکی از مهمترین، شاید مهمترین باشه اصلا، جاهایی که ما میتونیم خودمون رو عرضه کنیم به کسی که مخاطبمونه. در نتیجه رفتاری که ما داریم انجام میدیم الان عکس العمل مدل فکریمونه. نمای کلاسیک و بدتر از اون این تجمل گرایی هم اصلا نمیشه، این نوکیسه گرایی که الان رخ داده بابت یک طرز فکریه که شما، حالا من هی میپرم چون ذهنم پرش داره، شما فکر کنید آدمی که اصیل باشه، آدمی که حالا به قول خارجی کلمش هم درست هم از اوریجینال باشه، نمیاد همچین کاری رو انجام بده. اون یک ساختمون سالمی رو میسازه و میره توی زندگی میکنه و از اون داره لذت میبره، حتی میره به یک معمار سفارش میده. کسایی که این ساختمون ها رو طراحی میکنن بلا شک آرشیتکت نیستن، چون آرشیتکت باید اول با خودش کنار بیاد، خودآگاهی اینو داشته باشه که من دارم چه بلایی سر شهرم میارم، اصلا این چیزی که دارم طراحی میکنم اصلا اسمشو میشه گذاشت طراحی، یا حالا یه سری اعتقاد دارن اینا اسمش از ساختمون سازی، اینا اسمش معماری نیست، کاری به کلمش نداریم. ما معماری جاییه که آدم بتونه توش راحت زندگی بکنه. و بین این دوتا کلمه هم بیاییم یه ذره فکر بکنیم که ما روی ساختمون مهمه یا توی ساختمون. این یکی از دلایل دیگهی که شاید حالا مد نظر سوال شما هم باشه اینه که از یه زمانی به بعد یک دلالیگری و یک واسطه‌گری به وجود اومد که باعث شد ساختمون درست معرفی نشه، متخصصش معرفیش نکنه. از دهه 70 اگر اشتباه نکنم که مشاورین املاک وارد صحنه شدن، حالا اگر قبل تر بود ولی خب تاثیرش دهه 70 خیلی بیشتر بود. یک، ما ادبیات معماری اون عوض شد. یعنی خود تو هم الان اگه بخوای بری یه ساختمون ببینی با یک مشاور املاکی میری که یه سری حرفای پرت و پلا میزنه. یعنی مثلا چیزی که به عنوان پیشفرض اصلی توی ساختمون باید باشه، اینا به عنوان امتیاز به شما دارن معرفی میکنه. یعنی میگه مهندس کفپوشش مثلا فلانه، خب لعنتی مثلا میخوای من روی سیما سفید مثلا بخوابم، یا اینکه مثلا میگه کابینت داره،
از اون بدتر حالا بیای بذاره بیرونتر، اون چیزی که گفتم روی ساختمونه، میاد میگه مهندس نما رو نگاه کن. ببین نما یک چیزیه که اصلا نمیدونم، شاید همون سال قبلی که موزر دیگه هم که هست اینه که پروژه میره توی یک سری دفاتر فنی بیرفت طراحی میشه فقط برای اینکه مجوز ساخت بگیره از شهرداری یا هر نهادی که تصمیم گذاره، و بعد تصمیم گیره البته، و بعد چند دست میشه و آخرش تازه میان فکر میکنن که آقا نماش رو چیکار کنیم. اصلا خیلی عجیب غریبه که مگه میشد آدمی پروژه رو طراحی بکنه، بابا پلان داره با نما کار میکنه، سکشن باید با پلانش یکی بشه، خود این سکشن با خود نما کار داره. میدونی وقتی که یک فکر جامع روی یک پروژه نباشه همین مصیبت، یعنی پروژه چند دست میشه، چند لایه میشه، چند تیکه میشه و نماش میفته دست یه نفر، پلنش دست یه نفر دیگه بوده، نمای پنجم که سقف پروژه است یه جای دیگه است، و این مصیبت الان تو چیز هست، توی ساختمان‌سازی ما هست. ما هیچ وقت شاید تا قبل از این کرونا ما هیچ وقت به این فکر نمی کردیم که نمای پنجره ما که پشت ما هست مفیده، یعنی اصلا میشه بهش فکر کرد برای طراحی. نمیگم هیچ وقت، میگم دفاتر معماری فکر میکنه. من نسبت به این سیستمی که پرسیدی و نمای کلاسیک و ایناست دارم میگم که حالا حتی توی چیزایی که میخوان هزینه بکنن میگن ما اون بالا پنت هاوس داریم و بالاش هم تازه مثلا میگن ما یه روف گاردن داریم، کسی چیز، یعنی تصور اصلا خیلی عجیب غریبه که بالا یک ساختمون بمون عظمت و با اون ریخت و اینا ما بخوایم تازه یه روف گاردن هم تحت عنوان تحت لفظیش داشته باشیم. خلاصه ببین یک سری داستان‌های اجتماعی هست، یک سری اتفاق‌های سیاسی هست، حتی یک سری تبعات اقتصادی هست که ساختمان‌ها این ریختی شده. الان شما تو خیابون راه برید، رنگ معماری شهر ما رنگ کرم قهوه‌ایه به خاطر سنگایی که داره استفاده میشه و بسیار هم، یعنی ببین انقدر هزینه تباه و بیهوده این سنگایی که استفاده شده، و اگر یک زلزله بیاد تازه شما میفهمید چه بلایی سر شهر میاد، چون خیلی از اینا هم درست و حسابی فیکس نشدن نسبت به استراکچر اصلی و خطر داره اصلا، و این ساختمون مدام داره سنگین تر میشه. همون سنگی که طبقه اول یا تو لابی داره استفاده میشه همونو میبرن طبقه دوازدهم و کار میکنن، و این حجم عظیمی از دورریز مساله و من نمیدونم ما بخوایم چیکار بکنیم باهاش. و خلاصه ببین ما نمیتونیم فقط تقلیلش بدیم به معمارا، لایه های بسیار بسیار زیرینی این وسط هستن که نمیتونیم و شاید نمیخوان بذارن که ما بهش فکر بکنیم. امیدوارم یه اتفاقی بیفته که ما خودمون ما معمارا بتونیم تصمیم گیر باشیم برای چند حداقل دو سه تا از این لایه ها، یعنی ما بگیم آقا این مساله باید استفاده بشه و بتونیم حرفمون رو پیش ببریم. همین. بله خیلی ممنون. حالا میرسیم به سراغ بحث بعدیمون در پادکست، میخوایم به بحث زیباشناسی و سبک معماری خورد چند تا سوال از شما بپرسم، و اولین سوال این بخش اینه که آیا معماری با توجه به عمل کردی بودن این رشته عرصه مناسبی برای بروز هنر و احساس میتواند باشد؟ یعنی اینجور بهت میگم که شاید شخصی برای مثلا پیگیری مثلا یک هنر یه فن جدید بخواد معماری رو دنبال کنه، به نظرتون رشته عرصه مناسبی است؟ مطمئنن هست. یه سری ها هستن که اسمشو گذاشتن مهندسی معماری که اونا خب میگن این یک فنه. حالا تاریخی بخوام بگم، خب مثلا از بابت کلمه تخنه و تکنیک و اینکه کیو اصلا صنعتگر میدونن کیو اصلا هنرمند میدونن، حالا افلاطون چرا مثلا هنرمندا و یک قشر دیگه ای رو شعرها اینا رو از یوتوپیا، آرمان شهر، مدینه فاضل هر چی اسمش هست میندازه بیرون و اینا، اون رو حالا بذاریم کنار. و ما الان اسمش گذاشتیم مهندسی معماری. مهندسی هم خب ریشه همون هندسه و اینا، کسی که هندسه میداند. ولی آره بستگی داره که اون آدم چقدر اول ذوق و قریحه هنری داشته باشه، و دو این که دنبال چی باشه تو معماری. اگر دنبال هنر هست، اگر دنبال یک کار، ببین معماری انجام دادن یک سری اتفاق دیگه، الزاماً فقط ساختمون ساختن معماری نیست، اصلا اینطوری نیست. میتونه طرف یک مترجم خیلی حرفه‌ای باشه، میتونه یک
تئوریسین درست حسابی باشه، میتونه یک مثلا مدرس نرم افزار درست حسابی باشه، خیلی شاخه های متعددی داره معماری. ولی میتونه آره، یعنی نمیخوام اونقدر دیگه حالا این سوال رو بس و گسترش بدم، ولی واقعا معماری اگر طرف اتفاقا اگر طرف هنرمند نباشه، با تعریفی که از هنرمند ما امروز داریم و نه هنرمند زمان حافظ و تعریف هنر اصلا تو دوران پیشین خب خیلی فرق داره. تو چه میدونم شیخ بهایی که حالا این چند روزم اسمش مطرح بود و اینا رو از گول بلند کنی بیاری یک نمای اینتراکتیو بهش نشون بدی که با چون اتفاقای روز داره بازی میکنه و عکس العمل نشون میده به سایه و نور و هزار تا چیز دیگه، بعدش کپ میکنه یه بار دیگه میفته تو قبر، چون اصلا تعریف هنر براش همچین چیزی نبوده. ولی با تعاریف موجود بله میتونه کسی که دغدغه این قضیه رو داره میتونه بیاد تو معماری و ببینه که چی دنبالشه. اگرم ممکنه مثل من نوعی مثلا شاید بره اصلا توی یه فاز دیگه ای، یا اینکه احساس کنه نه اصلا این منو ارضا نمیکنه و چیز نمیدونم. واقعا به نظرم این خیلی قضیه شخصیه، بخوام جواب قطعی بدم این به نظر میاد خیلی شخصیه که چقدر میتونه ارضا بشه. بعد سال بعد این که شما در مورد سبک تو معماری چقدر برای شما سبک جایگاه دارد و اینکه آیا شما خودتون رو در قیدبند سبک میبینید؟ کسی که به نظرم خودش رو در قیدبند سبک ببینه این کسیه که به یک ایدئولوژی اعتقاد داره و آدم متعصبیه. نه من اصلا آخه الان دوران سبک ها که خیلی وقت تموم شده، ما بعد از مدرن و جریان مدرن دیگه سبکی رو نداریم. حداقل نظر من ها، ما یک سری حالا اپروچ هست، حالا روی کرده، دیدگاه، نمیدونم یک سری متد، روش و چیزایی که دارن کل دنیا استفاده میکنن و الان اصلا سبکی وجود نداره. منم واقعیت من یه علاقه دارم به یک سری ساختمون هایی که شاید فکر میکنم اینها پروژه هایی هستن که قابل تأمل هستن، ولی نه واقعا به نظرم این اصلا اجازه پیشرفت به تو اجازه نقد نمیده. ببین سبک طبق حالا اون چیزی که حداقل سواد من میرسه با برگردون واژگانی انگلیسی استایل، یک سری اصول داره، یک سری قوانین این دینه. خب میگه این کار را باید بکنی ولا غیر، مثلا میگه که تو باید پلن آزاد در پروژه داشته باشی ولا غیر، تو باید نماهای آزاد بکشی، تو باید پنجره های سرتاسری داشته باشی. میدونی داره به تو یک قانون و یک الگوی رو میده که باید از اون استفاده کنی. اگر از اون پاتو بذاری یه ذره اون ورتر، یهو آدم هایی که توی اون حالا سبک به قول شما چیز هستن، حساس هستن و اصلا تلیه دار و پرچمدار اون قضیه هستن، یهو به تو میتوپن و تو رو اصلا میندازن بیرون. من واقعا فکر میکنم این خود ایدئولوژی و دینه که اجازه نقد کردن رو نمیده و اگر تو خود انتقادی نداشته باشی پیشرفت نمیکنی، که مدام در قید و بند اینی که آیا این رو درست انجام داده هم یا خیر، و بعد اگر درست انجام دادی خب تو پروژه بعدی چی کار کنن که حالا فلان، اگر درست انجام ندادی هم که عذاب وجدان داری که ای وای الان منو ممکنه از گروهشون بنازن بیرون. در نتیجه من خودم شخصا که اعتقاد خاصی ندارم و فکرم میکنم که آدم رو اذیت میکنه بیشتر تا اینکه بخواد باعث پیشرفتش بشه. بله. و سوال بعدی در مورد با سبک این که میخواستم اینو از شما بدونم، مدرنی نظر شما مدرنیسم در ایران موفق بوده یا تحمیلی؟ این سوال ما تو دوره دکترا با یکی از البته با تعداد زیادی از دوستان و حتی سر یکی از کلاسایی که داشتیم یکی از اساتید مطرح کرد و من و یک دوست خیلی صمیمی میخندیدیم. من خودم شخصا میخندیدم مثلا به جوابایی که حتی خودمون استاد عزیزمون داشت میداد، نه بابت تمسخر اصلا یه همچین برداشتی به وجود نیاد، شاید هم باشه نمیدونم، ولی یه حداقل دیده من یه برداشت غلطی هست که اینکه مدرنیته جواب نداده و اصلا سبک معماری مدرن دیگه یک سبک مرده است و اینا. من اصلا نسبت به این داستان هم موضع دارم و هم قبولش ندارم. ببین اینکه تو ایران جواب داده یا نه،
خیلی یه مثال سادهش اینه که بریم از آدمایی که داخلش دارن زندگی میکنن، داخل اون ساختمون‌هایی که حداقل با اون سبک به قول صد ساخته شده، بریم بپرسیم که آیا راضین یا نه به همین خوشمزدگی. و هنوز هم اتفاقا تو ببین ساختمون‌های سالم شهر تو همه جای ایران، حداقل اگر بخوایم راجع به جغرافیا و مرز ایران صحبت کنیم، اتفاقا ساختمونی که داره درست کار میکنه هنوز، چون به نظر من این ساختمونی که ارزش داره، ساختمونی که داره درست کار میکنه، هنوز ساختمونای مدرنیستی هم، تو همون بولوار الیزابت رو برو، ساختمونای اون زمانه داره خیلی جواب منطقی به قضیه میده. ببین یه چیزی رو من سریع بگم، این که اولا که خود این نگاه مدرنیته که وقتی وارد ایران شد باعث شد اصلا ریخت ساختمون ها عوض بشه، حداقل تو حوزه مسکونی. ببین مثلا وارتان هاونسیان که یکی از تاثیرگذارای معماری معاصر و آدمایی که باعث شد همین مدرنیته وارد زندگی ما بشه، توی یادداشتاش می‌نویسه میگه ما پدرمون در اومد تا به مالک ساختمون، به سفارش دهنده اینو بقبولونیم که آقا اسمش هم دقیقا با همین واژه میگه که مستراح رو از تو حیات بیار تو خونه، چه کاری جیلی مثلا تو یخ بزنی توی فصل سرد، یاد مثلا بری بیرون این کار رو انجام. میدونی یه سری اتفاقای مثبتی داشته حداقل، یعنی سبک زندگی اون چیزی که الان باز با یه کلمه عجیب غریب تری که مد شده تحت عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی، اون موقع هم همین بود، یعنی مدرنیته اومد سبک زندگی آدم‌ها رو حتی تو ایران عوض کرد. ما میشستیم رو زمین غذا می‌خوردیم، نهایت سفره پهن می‌کردیم، اصلا مبل نمی‌دونستیم چیه. من تا صبح داشتم بهش فکر می‌کردم. ما خونه مادر بزرگم تا سال 82 که حالا فوت کرد، تو قزوین که می‌رفتیم اصلا مبل نداشت، اصلا مبلمانش اینه، یعنی همه میشستیم رو زمین و کیف هم می‌کردیم. و حتی اتفاقا وقتی که شما رو زمین بشینید یک سری داستان‌های دیگه، یعنی اصلا خط آسمانت میشه زمین، خط پرسپکتیو چشمت میشه زمین، پس پنجره باید میتونه اصلا مقیاس و ابعادش عوض بشه، تو میتونید یه مدل دیگه پنجره طراحی کنی نسبت به یوزر دیگه، نسبت به کاربری که داره رفتار میکنه توی ساختمون. مدرنیته باعث شد ما بیایم رو میز بشینیم برای غذا خوردن. مدرنیته اصلا قاشق چنگال آورد تو زندگیمون، قبل اون با دست هم میتونی لقمه میگرفتی میخوردی. میدونی انقدر لایه های، چون برای همین میگم من با کلمه ای که از این به بعد نداریم، از بعد از مدرنیته نداریم، سبک یه چیزیه که همه لایه های زندگی آدمیزاد رو تحت تاثیر قرار میده. لباس پوشیدنت رو عوض میکنه، رقصیدنت رو عوض میکنه، جاهایی که میری رو تحت شعاع قرار میده، یعنی یه سری کاربری جدید آورد اصلا توی زندگی های ما. تا قبل از اون اصلا کی واسه دیسکو اینا اصلا نبود. حالا من غربیش رو، غربی هم که نه، مدل بین المللیش رو میگم، تو ایران هم خب وارد شد و همه چیز رو تحت تاثیر قرار داد و هنوزم هست. و اتفاقا توی کشورهایی که تونستن این رو هضم بکنن و یه ذره زمینیش بکنن، مثل ژاپن، الان مثلا شما کشورهای شرق آسیا رو ببینید، خیلی سالم تونستن این رو با فرهنگ خودشون، با مدل زیست خودشون حذف بکنن و این رو وارد معماریشون بکنن، وارد شهرشون بکنن، وارد مثلا طراحی اتومبیلشون بکنن، این لایه‌های مختلفشون. ما هنوز یه ذره چیز داریم، ما هنوز با ترس و لرز. یه دلیل اصلیش اینه که شاید همون داستان ایدئولوژی داره تنه به تنه این قضیه میزنه، یعنی تخصص داره با ایدئولوژی اینجا یک مسابقه ای رو میده که معلومم، یعنی معلومه کی برنده نهایی ها. مثل همین میگم، همین الان مثالی که میذارم چون میخوام به روز باشه، مثل همین داستان کروناه که گفتن آقا تمام اماکن عمومی باید بسته بشه، ایدئولوژی یک سری، یه طیفی هی میخواست غلبه بکنه، ولی دیدن علم یه چیز داره حرف درستی رو میزنه و در نتیجه گفتن آقا باشه. یعنی جایی که شاید چند صد سال تعطیل نشده بود، مثل حرم هایی که برای ائمه هست، علم گفت باید تعطیل بشه و در نتیجه تخصص میتونه باعث بشه که یک سری از این تفکرات عجیب غریب پوسیده شاید بی منطق
بتونه این کار رو انجام بده. به نظر من برگردم سر پرسش خودت، مدرنیته هنوز داره کار میکنه و میشه همونطور که ساختمون‌های طراحی شد توی اون دوران، به خصوص دهه 40 و 50، از دهه 30 شروع شد تا 40 50، ساختمون‌هایی که حتی معماری حالا با همون تعریف گنده معماری ایرانی رو هم تونستن حداقل تو متریالش بخورونن بهش، حداقل تو حس و حال بعضی جاها احیاش بکنن، هنوز به نظر شخص من میتونه. می فکر کنم جواب نهایی باشه. بله ممنون. و سال بعد اینه که طراحی بدون توجه به عملکرد موزلی است که امروز در جامعه معماری داریم. نظر شما در مورد این موضوع چیست و تبعات این اشتباه به چه سرانجام ممکنه ختم بشه؟ سوال خیلی کلیه، چون که طراحی بدون عملکرد اصلا خب امکان پذیر نیست و یه ذره بعد تو سوال چیز یعنی چی میگن، یه ذره بعد معکوس عمل بکنیم. وقتی یه خونه طراحی میکنی عملکردش خونه است دیگه، آدمایی که توشن باید احساس لذت و رضایت داشته باشن. کما این که خیلی از ساختمان‌های عجیب غریبی هم که الان کل دنیا طراحی میشه، قبلا هم شده، بعد از یه مدت کوتاهی اصلا قابل زیست نیست. یه سری از ساختمان‌ها اصلا بدون عملکرد که امکان، مثلا بیمارستان واضح ترینشه، سلسله مراتب دسترسی ها اگر تو عملکرد رو در نظر نگیری بیمار میمیره، شوخی نداره قضیه. معماری خیلی شبیه به تو خیلی از کشورها معمارا بسن میخورن، معماری خیلی شباهت داره به قضیه پزشکی، چون که ما با جون آدم ها در ارتباطیم، اصلا قضیه شوخی نیست واقعا. در نتیجه عملکرد مهمه. اصلا سوال برای همین میگم یه ذره سوال چیز داریه، مورد داریه. تو بدون اینکه عملکرد رو چیز کنی، عملکرد رو در نظر نگیری، نمیشه. آره قبلتر معماری بوده که اصلا شعارشون این بود فرم فالوز فانکشن، معماری یعنی فرم باید تبعیت بکنه از اتفاقی که داخلشه و از عملکردش، ولی خب اون شعار همون دوران زمان خودش بود. با این وضعیتی که الان توی دوران دیجیتال و دوران دیتا داده داریم ما سیر میکنیم که حتی فرصت نمی کنیم بوکمارک های داخل شبکه‌های اجتماعیمون رو یه بار بریم مرور بکنیم، واقعا به نظرم شعار دادن و تعریف ارائه دادن و حتی مانیفست بخوایم ما ارائه بدیم یه ذره سخته. نمیگم نشدنیه، حالا بکنم جوابمو دادم. بله ممنون. و اینکه حالا یه بحث رو میخوام ببرم به سمت سیستم آموزش دانشگاهی تو ایران. سال اول اینه که سیستم آموزش دانشگاه معماری در ایران، حالا میدونم سال خیلی پاس کلی هست یک خورده، ولی نظر از تجربه شخصی شما میخوام بدونم. سوالای کلی کردم و جوابای کلی دادم شد مثلا چیز بشه، راهکار باشه، بپرسید. آره داره. سیستم آموزش دانشگاه معماری در ایران چه ضعفایی داره و اینکه آیا در این در زمینه پرورش معمار و ذهن تحلیلگر چقدر موفق بوده؟ سوال دومت که چقدر موفق بوده برای ذهن تحلیلگر که فکر کنم صفر کلوینه، حتی صفر هم نیست به هیچ وجه. کسی که توی شرایط آموزشی دانشگاه‌های ایران داره تحصیل میکنه اصلا دم تحلیلگری بیرون نمیاد. من کارشناسی رو دانشگاه آزاد گرفتم، ارشدم رو دانشگاه دولتی یا سراسری گرفتم و بعد دکترام رو رفتم دانشگاه دوباره آزاد، البته نمیدونم حالا یا انصراف میدم یا هرچی. بابت این پیشینه خیلی جزئی رو گفتم که من همه محیطا رو امتحان کردم، یعنی تمام دانشگاه های درست حسابی، حداقل تو اسم چی میگن، حتی چیزی که جا افتاده رو دیدم، رفتم سر کلاسای اکثر رشته هاش نشستم. نظر شخصی اینه که جز وقت تلف کردن نیست و موزلی هم که خیلی ها دارن و زاویه که با من دارن اینه که میگن تو چرا خودت هی داری میخونی و خوندی و حالا به ما که رسیده اینو میگی. منم اشتباه کردم واقعا و دلیل اصلی من شاید همون نرفتن و یا به تأخیر انداختن سربازی میدونی، دلیل ساده‌ای که خیلی از ماها ممکنه داشته باشی، ولی وقت تلف کردم نه. برای من البته ممکنه اینطوری نباشه، حالا من کار خودم رو انجام دادم به نسبت چیزی که تو ذهنم بوده.
ببین دانشگاه تو ایران و اصلا نظام آکادمیک ایران قبلا یه توضیح فکر کنم که ذره دادم تو همین صحبتی که با هم داشتیم، موزل خیلی زیاد داره. من خودم الان فکر کنم نمیدونم 5-6 ساله که دارم، 6 سال فکر کنم شده که توی چند تا دانشگاه ایران درس دادم و بذار یه چیزی رو دوستانه بهت بگم، شوخیه بیشتر، یعنی یه شوخیه که اتفاقا بعضیه که جدی میگیرن برای من خیلی خنده‌دار میشه. نمیخوام بگم کل پروسه شوخیه ها، اصلا اینطوری نیست. برای من اون عمل معمارانه اتفاقا خیلی جدیه، یعنی کسایی که حداقل با من کلاس داشتن میدونن که من آدم واقعا سختگیریم توی اون حرفه، حتی چیزی که دارم درس میدم آدم خیلی سختگیریم، ولی خب همش با بگو بخند و ایناست. چون که هم اون برشو دیدم، هم زمانی که دانشجو بودم، هم زمانی که مدرس حداقل چند تا دانشگاهی بودم و هستم، به نظرم یه جوریه که آدم باید شوخی در نظر بگیره قضیه رو تا بتونه با محیط کنار بیاد. ببین زمانی که ما دانشجو بودیم خب استاد سالاری بود، زمانی که ما اومدیم مدرس شدیم شد دانشجو سالاری. به نظرم هر دوتاش غلطه، باید نظام سالاری باشه، یعنی باید یه چیزی باشه، یک فکری باشه، یک تئوری باشه که بتونیم از اون تغذیه بکنیم. بذار که ذره جامعه تر بگم. ببین بهرام شیردل یکی از معمارای درست حسابی مملکت، ایشون شاید بدون اغراق معتبرترین معمار بین‌المللی ایران باشن، بسیار انسان پیچیده‌ای هستن و خیلی از معمارای درست حسابی که الان دارن کارهای تمیز و اندازه‌ای انجام میدن شاگرد ایشون بودن به نوعی، حالا یا دفترشون کار کردن. ایشون یه دوره‌ای هم تو دانشگاه آزاد همدان در واقع مدیر گروه شدن و یک تاثیرات عجیب غریبی گذاشتن توی آموزش و بازم ایشون هم نتونست ادامه بده و اومد بیرون. ایشون یه جمله خیلی درخشانی به نظرم دارن، این میگن معمار باید یک پروژه فکری داشته باشه و رو اون پروژه فکریش کار بکنه و بره جلو. مدارس معتبر معماری توی کل دنیا معماراشون، آدمایی که آکادمیک هم اونجا دارن کار میکنن و مدرسا، همشون یه پروژه فکری دارن و شما وارد یک آتلیه میشید که مثلا 2 سال یا 3 سال با اون پروژه زندگی میکنه. خود اون معمار چند سال پژوهش کرده و رسیده به یک سری قضایایی و داره میرسه و همچنان داره نقد میکنه و داره پیشرفت میکنه و در نتیجه شما میبینید که تولید فکر و توی دفاتر معماری بزرگ دنیا، حتی اگر مثلا شما ببینید الان زها حدید چند ساله که فوت کرده ولی پروژه هاش همچنان با اون فکر داره پیش میره، ما توی ایران اینو نداریم، دفاتر رو این کار نکردن. دلیلش همین که تو دانشگاه اصلا همین سوال درسته که تحلیل به ما یاد داره، ما به ما نقد یاد ندادن. ما میریم سر کلاس، از اون بر مدرس فکر میکنه که هر چی میگه درسته، از اون برم دانشجو اصلا نمیتونه ارتباط بگیره با مدرس. یعنی ما این پارادایم فکری که دانشجویی که الان میاد سر کلاس من باید بفهمم اینا که این آدم تو دنیای دیجیتال بزرگ شده، خب با منی که استادم بهم میگفت آقا برو فلان چیزی که بیا باید میرفتم پدر خودم در میآوردم تو مجلات و نشریات و فلان و 4 تا مقاله گیر میآوردم، خیلی فرق داره شرایطش با کسی که الان میاد سر کلاس من. همون لحظه میتونه گوگل بکنه ببینه من چی دارم میگم، من اون ساختمونی که شاید به اسلاید دارم نشون میدم اون چندین زاویه متنوعترش رو دیده. پس من باید بتونم یک گفتگو، یه بستر گفتگو رو فراهم کنم. من همیشه جلسه‌های مثلا 3-4 جلسه اولا فقط برای اینه که بفهمم جهانبینی دانشجو چیه، سوالایی اصلا خیلی متنبهی ازش میپرسم. خیلی هم موزه دارن با این مدل کاری، نمیگم درسته ها، من دارم شرایط گفتگو رو فراهم میکنم تا بتونم به دانشجو بگم خودت رو پیدا کن و زبان طراحی خودت رو بهش برس. اون چیزی که من میگم الزاما درست نیست، من شاید تجربه‌ام در حد بی اپسیلون حتی بیشتر باشه، حرفی هم که من میزنم ممکنه بعداً همونم نقض بکنم، حتی میدونی چون آدم هر هفتهش هر روزش هر ثانیهش با هم فرق داره. در نتیجه یک اصلاحی باید صورت بگیره، هم نسبت به ببین قبلا نظام، یعنی کلا معماری خوندن تنها رشته‌ای بود که ارشد پیوسته داشت، اومدن به اتفاقا به دلایل مالی اینو شیکوندن و کردنش مثلا حتی کاردانی هم الان داره، کاردانی معماری، کارشناسی، کارشناسی اشعار و دکترا. اگر پیوسته بود
خیلی اتفاقا، یعنی حتی خیلی از معماری برجسته تو همون داستان کارشناسی چی میگن ارشد پیوسته به یه نگاهی میرسید، مثلا طرف میگه من ترم هفتم الان تازه دارم میفهمم چه خبره، دانشجو ترم هفته الان ترم بعدش دفاع کرده و خلاصه. این یه ایرادی بود که حالا به هر دلیلی به وجود اومد که اینو شیکوندن. نکته بعدی هم قبلا گفتم این نگاه از بالا به پایین باید اصلاح بشه، کلاً سیلابس های درسی باید خیلی بروزتر باشه. الان سیلابسی که به ما میده مثلا منابعی که توش معرفی میشه برای 10-15 سال پیشه، باید خیلی بروزتر بشه. امکانات ما نداریم اصلا، یعنی تو محیط آموزشی من یه جایی میرفتم درس میدادم، یه درسی رو درست کرد، یعنی اصلا یه رشته یه تحت عنوان معماری دیجیتال، معماری بایونیک مثلا، واقعا شوخیه تو ایران. بعد درسه توی سیلابسش تعریف شده بود، بعد دانشجوها مثلا در کارگاه های چیز کار با نمیدونم مساله و متریال های متنوع، اصلا کارگاه نداشتن اینا. بعد تو مثلا شدم سای آرک اینا با روبوت دارن با بازوهای روباتیک کار میکنن، اصلا کورسایی رو دوره هایی رو دارن برای اینکه اینا یاد بگیرن چطور اینا رو چیز کنن. ما اصلا شوخیه واقعا. فقط یه حسنی که داره، حالا ما بدی هم نگیم قر نزنیم، یه حسنی که داره اینه که ما نرم افزارا رو قفل میشکنیم و دانشجوی ایرانی به طرز حیرت انگیزی تسلط دارن روی نرم افزارها و این واقعا ویژگی منحصر به فردی که توی ایران و حالا کشورهایی که اعتقادی به کپی رایت ندارن هست. هر جای حالا کسایی اگر دوست داشت هم دارین، دانشجوی ایرانی اگر به هر جای دیگه دنیا میرن چه برای ادامه تحصیل چه برای کار برای هر چی، توی این زمینه خیلی موفق ترن، چون نرم افزارهای قفل شکسته دارن روی سیستماشون و همه چی رو مثل بنز بلدن و توی این زمینه واقعا ما جلوییم بخوایم یا نخوایم. شاید چیزای دیگه هم که بخوام اضافه کنم اینه که فیلتر باید بذاریم برای کسی که میاد درس میده، فیلترهای سخت باید بذاریم ببینیم سوادش چقدره و اصلا فقط علاقه مهم نیست، دانشش رو باید تو چند لایه بسنجیم. کسی که دکترا داره الزاما نداره با سوادی نیست و من باز اینم چون تجربه کردم و همکلاسیایی داشتم توی دوره دکترا اینو کاملا لمس کردم، چون حتی ارشدش حتی تو دانشگاه میگم مادر به قول خودشونم الزاماً آدم باسوادی بیرون نمیاد. و از طرف دیگه هم دانشجوها باید با یک سری آزمون‌های سخت و نفسگیر بیان و این باید خیلی کمتر بشه. من که کاری نیستم، ولی شاید اگر بخوام یه پیشنهادی بدم اینه که تعداد دانشکده‌های معماری رو باید ما شاید به 1/100 حتی تقلیل بدیم، شاید بیشتر حتی، که بتونیم روش کنترل داشته باشیم. همین خیلی توضیح دادم فکر کنم. بله ممنون از جواب. و اینکه سال بعدی این بحث، سال آخر یعنی این بحثمون اینه که در مورد طراحی است، این که میخوام دارم روند طراحی شما معمولا به چه صورت است، شما خودتون چطور طراحی شروع میکنید وقتی پیشنهاد یک پروژه بهتون میدن، یعنی قدم به قدم، یعنی اول اسکیچ شروع میکنین؟ اینو یه توضیح میتونید بدید برای شنوندگانمون که حالا خیلی شاید آشنایی با این موضوع نداشته باشن؟ ببین نسبت به پروژه فرق داره، یعنی بذار اینو توی چند دسته من توضیح بدم. پروژه هایی که حالا ممکنه ارجاع داده بشه به ما یا اصلا خودمون تصمیم بگیریم به طراحی یه پروژه، یعنی این دوتا با هم متفاوته دیگه. ممکنه توی کارفرما یا یک مالکی بیاد سراغت یا تو خودت تصمیم بگیری یه چیزی رو طراحی کنی. اون چیزی که بخوای طراحی کنی وابسته مثلا به مسابقه است یا نه اصلا دلی مثلا یه زمین خالی پشت خونتون میگی من میخوام اینجا رو دلی کار کنم برای اینکه رزومه تولید کنم. تو مدل اول کارفرمایی ببین اون خیلی قضیه پیچیده‌ایه و الان چون یکی دیگه از اون معضلاتی که حالا بحثش هم شد اینه که شاید جای دیگه دنیا حتما اینم هست، کارفرماها دوره‌هایی رو میرن برای اینکه همون داستان زیبایی شناسی که پرسیدی، یکی اینم میتونم باز جوابش رو اینجا دیگه اوورلپی داشته باشم. کارفرماهای ما تو ایران ایشون تربیت نشدن، باز یه اوورلپ دیگه نسبت به همون نمای کلاسیک اینه که کارفرماها چون دوره ای نرفتن و سواد زیبایی شناسی آنچنانی ندارن، طرف ممکنه همون نکیسه گرایی که گفتم به هر دلیلی ممکنه یک سرمایه هنگفتی رو با رانتی با هر چیزی بهش به ارث رسیده یا کسب کرده به هر مدلی، اون کافرما باید کلی دوره بره تا اصلا بفهمه معماری چیه و بعد مجوز داشته باشه. هر کسی نباید به صرف این که پول داره سرمایه
پیش خودش هم باشه بتونه بسازه. این اصلا این باید، این نگاه باید اصلاح بشه. در نتیجه اگر حالا بخوایم اینطوری نگاه بکنیم نسبت به پروژه‌ای که حالا حداقل به ما پیشنهاد میشه، اولین کار خب اینه که ما بعد از کارفرما چند جلسه داشته باشیم ببینیم چی میخواد، حرفش چیه، و بعد شروع کنیم به دیالوگ مشترک. ببین کارفرمای الان با کارفرمای 5 سال پیش حتی فرق داره. کارفرمای الان کلی تو گوشیش، تو سلفون، تو هر چیزیش، هر پلتفرمش، تبلتش، هر چی، کلی نمونه داره. یعنی میان به ما نشون میدن، میگن من اتاقم میخواد شبیه اتاق فلان چیز بشه، فلان اتاق بشه توی سریال ترکیه، نمیدونم چی در این حد نفوذ دارن و در این حد دیدن. یا بیا توی ویلای رو میره میگه مهندس من این همینو میخوام بسازی برام، تو مثلا چرا اومدی پیش من؟ یعنی ببر اینو پیش یه سازنده، ببر پیش به قول چیز یک بنای رو برات میسازه. کارفرمای قبلا اینطوری نبود. کارفرمای قبلا میومد خودش رو، هنوز البته کارفرمای باشور هستن ها، میان کاملا میگن آقا تخصص شماست و اتفاقا ساختمونایی که درست حسابی داره کار میشه تو مملکت قش حتما ما بیت موزلی هم که داریم معمارا فکر میکنم مثلا ساختمونی که خیلی تمیزه و جایزه میگیره و فلان خودشون همه کار بودن. اصلا اینطوری نیست. نمیدونم چرا اصلا ما یه جشنواره‌ای برای اصلا تقدیر از کارفرماها نداریم. حالا الان یه اواخری چند تا گذاشتم. ما کاری که میکنیم اینه که اول نیازهای کارفرما رو بدونیم چیه، بعد مطالعه زمین رو داریم، جای بستر طراحی که اصلا دید و منظرش چیه، توپوگرافی داره یا نه، اصلا ما نحوه برخوردمون با زمین چطوریه و اینکه چه تلاشمون اینه که تو هر پروژه یک حرکت رو به جلو نسبت به پروژه قبلیمون داشته باشیم. حداقل کارهایی که انجام دادیم تا الان برای خودمون، برای تیمی که داریم کار میکنیم، اینه که ما پروژه های سالم طراحی کنیم. پروژه‌ای که من سروش مهاجری وقتی که میرم توش لذت ببرم و بگم خودم میخوام این تو زندگی کنم. این به نظرم خیلی مهمه. ما پروژه رو برای دیگران طراحی نکنیم، پروژه رو برای خودمون طراحی کنیم. اگر این زمین من بود، اگر احیانا پدر من یک سرمایه‌ای داشت که میخواست برای خودش، برای مادرم، یعنی برای خانواده خودمون، من می‌خواستم اینو طراحی کنم، چیکار می‌کردم؟ اون برام خیلی مهمه و این کار رو انجام بدیم. و تو لایه‌های بعدی حالا ضوابط میاد درگیرش میشه. این ضوابطی که مثلا توی یک زمین ویلایی تو شمال هست، زمین تا آسمون متفاوته با چیزی که شما بخوای توی تهران توی مثلا منطقه یک بخوای طراحی کنی. حالا هر منطقه هم ضوابط خاص خودش رو داره و تمام اینها عوامل تاثیرگذارند. و بعد اینکه بخوای حرفت رو هم یه ذره متفاوت تر بزنی هم باز بر ما تاثیرگذاره. من خودم نمونه خیلی میبینم تا بتونم یاد بگیرم ازشون. ادواردو سوتو دمورا یه زمانی یه جمله ازش خوندم، یک معمار خیلی مطرح پریسکر برنده، یه جمله جالبی داره که میگه که معمارها چیزی نیستن جز جمع‌آوری، حالا کلمه انگلیسی میشه ایمیج، ایماژها یا تصاویری هست که در طول زندگیشون دیدن و هنر یک معمار اینه که اینا رو کنار همدیگه بتونه کامپوزیسیون درستی در بیاره ازش. حالا شالم شور با اینا نه، یعنی یک بتونه این فضاهایی که دیده یا حتی زیست کرده داخلش رو بتونه درست کنار هم بچینه. کاری که ما انجام میدیم اینه. ولی توی مسابقه خیلی شرایطش فرق داره و توی همون پروژه آزاد فکری که برای تمرین ذهن معمار به نظرم خیلی خوبه و میتونه کمکش بکنه برای رشدش، تو مسابقه آدم دستش خیلی بازتره. یعنی تو ممکنه که همون چیزی که گفتم بهرام شیلدر راجع به پروژه فکری میگفت، ممکنه یک پروژه فکری داشته باشی که بخوای این رو تو چند تا چیز امتحان بکنی، تو چند تا مسابقه امتحان بکنی. به خصوص تو ایران که خب همچنان ما فرمالیستیم، یعنی همون بیرونه خیلی هنوز به خصوص برای کارفرماها چیز داره، تقدم داره. تو مسابقه تو ایران خیلی خوب راحت تره، ولی تو مسابقه خارج از کشور خب ضوابط، یعنی اصلا دفترچه‌ای که اونا میدن پیرامونه اینکه چیکار باید بکنی، خب دست و پا دست و بال آدمو بیشتر میبنده. ولی
میگم مدل فکری و روش طراحیمون تو مسابقه یه ذره متفاوت‌تر. تو مسابقه من خودم حداقل تلاش میکنم که اون ایده‌ای که تو ذهنم هست که حالا بازیه، یعنی یه جور من خیلی معماری رو بازی میدونم، اون بازیه رو بتونم یه ذره داخل معماری بیارم. یعنی یه بار با مثلا با مفهوم وید بازی میکنم، یه بار با مفهوم دوپوستگی بازی میکنم، یه بار با مفهوم ارتباط دیداری بین تراس ها ممکنه بازی بکنم. همه اینا هم مربوط به همون ایده اصلیه که تو ذهنم ها، یعنی یه وقت این سوی برداشت بیشتره که تو هر پروژه داری یه کاری میکنی، نه من یک ایده اصلی تو ذهنمه که چند سال دارم دنبالش میکنم، ممکنه چند سال بعد هم شیفت بکنم به یک ایده دیگه. این کاریه که ما حداقل انجام میدیم توی پروژه هم. ممنون. و سال بعدی اینه که تو مقدمه من برای شنوندگان گفتم که شما در حال فعالیت روی پروژه تهران ویلا هستید، اگر ممکنه برای شنوندگان اینو بس بدین و از نحوه به وجود اومدن این قضیه و همچنین یه توضیح کلی در مورد این بگید ممنون میشم. قبلش گفتم اینا چه تهران ویلا، چه تهران فریم، چه تهران بروتال و حالا چیزهای مرتبط به تهرانی که ما داریم کار میکنیم، همشون یک دید مادری دارن، یک دید جامعی دارن و یک نگاه کلیتری دارن به اسم تهرون نوشت. پروژه تهرون نوشت در واقع یک تصمیم شخصی که برای من که ما یک بار دیگه زبان طراحی معماری توی تهران دوره پهلوی رو یک بار دیگه نه که بگم بازنویسی کنیم، یک بار دیگه بریم سراغش و یک بار دیگه باهاش ارتباط بگیریم و حالا شاید کلمش هم این باشه نمیدونم، یک خانش جدیدی ازش داشته باشیم، یعنی اون متن پروژه ها رو یک بار دیگه بخونیم و باهاش کلنجار بریم. تهرون نوشت چند تا لایه داشت که الان چند تاشو گفتم، یکیش پیرامون پنجره و نرده های تهران، یکیش پیرامون تهرون ویلاه که به واسطه حالا علاقه شخصی من و حالا شاید یه بخشیشو توی تز دکترای نیمه تمامم کار کرده باشم، اینه که مستندنگاری ویلاهای تهران پهلویه، برای همین اسمش رو گذاشتم تهرون، چون تهرون با تهران حالا از دید من فرق داره. ادا اطوارم نمیخوام در بیارم و یعنی مثلا بخوام نوستالژی بازی در، اصلا دنبال این قضیه ها نیستم که بخوام مثلا یه نازی داشته باشم توی این پروسه یا فرایند، ولی این تمام اینها تلاش برای حفظ میراث معماری مدرن تهرانه، چیزی که متاسفانه توی مصوبه های حداقل ثبت شده توی سازمان میراث فرهنگی چه کل کشور چه تهران نیست. ساختمونی باشه در ارزشی که عمرش از 100 سال گذشته باشه و ما شاهکارهایی داریم از معماری مدرن توی ایران و متاسفانه خیلی از اینا رو هم تخریب کردن، یعنی مثالش مثلا خانه ملکه توران تو خیابون پسیان که چند سال پیش تابستون 3-4 سال پیش تابستون تخریبش کردن و خیلی از ماها واقعا اذیت میشیم با تخریب. یا همین مثالی که قبل عید بود، ویلای نقلی قشنگ آرومی که نقش خیابون کاخ و ایتالیا بود که اونم باز دادن تخریب کرده، حالا شانس که آوردیم ما اینو مستند کردیم. ولی خب میدونی تلاشی که من تو این چند سال حداقل شخصی داشتم، البته خیلی از دوستان به من لطف کردن و همراهی کردن و الان اتفاقا حالا یه گروه خیلی جامع‌تری رو داریم که داریم تلاش میکنیم برای این که ما این ساختمان رو اول شناسایی کنیم و بعد شروع کنیم به مستندنگاریش، یعنی نقشه هاش رو در بیاریم، چون خیلی از اینا نیستش، اگرم باشه ترجیح میدیم که دوباره بکشیمشون، چون خیلی از اینا دستخوش تغییر شدن دیگه، ممکنه دیوار جدید داشته باشن یا یه بازشویی رو کلن از بین برده باشن به هزار تا دلیل، طبیعی هم هست، ممکنه اصلا این سری چیزا کار نکنه بعد از یه مدت، حتی از اون اول هم ممکنه غلط باشه و تصور معمار اشتباه بوده باشه. کاری که انجام میدیم اینه که میریم سر وقت این ساختمونا چند وقت یه بار و اگر مالک یاری بکنه با یک ادبیاتی بتونیم باهاشون به گفتگو بشینیم و بتونیم راضیشون بکنیم برای اینکه ما این ساختمون رو مستند کنیم. و حالا خیلی وقتا هم هستش که یه سری از ساختمون‌ها رو تونستیم نجات بدیم از تخریب و حالا ممکنه اصلا من درگیر این که مثلا این بگیم این پروژه توسط این گروه اصلا یعنی نجات پیدا کرد و اینا به هیچ وجه دغدغه‌م این نبوده و
خیلی وقتا میگم این ساختمونایی که یهو نجات پیدا میکنن یهو ثبت فوری میشن، ثبت اضطراری میشن، هر چیزی، ما هم یه نقش کوچیکی توش داشتیم، ولی خب اصلا مهم نیست این قضیه که اسم ما بیاد بالا یا نیاد. این یک همون دقیقاً همون چیزی که از اول گفتم، یک مسئولیت اجتماعی که من نوعی نسبت به شهرم دارم و فکر میکنم هر کدوم از ما باید این مسئولیت رو به نوعی داشته باشیم تا اون حس تعلق برگرده دیگه. این پروژه تقریبا از سال، من نسبت به معماری معاصر تهران از سال 90 حساس شدم و از همون موقع این ایده رو داشتم و کم کم دارم مدارکی که تو این چند سال کار کردم و منتشر میکنم. امیدوارم که حالا هر کسی که علاقه منده اگر اینجا رو گوش دادن یا هر جور دیگه ای بیان و به کمک هم دیگه این میراث رو نجات بدیم، چون همین ما آدم های دغدغه‌مند هستیم که میتونیم شهرمون رو نجات بدیم. اگر امید و انتظار بخوایم بکشیم از بقیه یا بخوایم توقعی داشته باشیم، به هیچ وجه این اتفاق رخ نمیده. بله، و به سال آخر میرسیم و اینکه اگر شما خودتون شخصا خوز بخوام ببشید، اگر شما فرصت شد فقط نگران اون دوستایی هستن که دوستایی که البته آدم هایی که دارم میشنون، ولی من اوکی هم ببود. بله، اگر شما فرصتش رو داشته باشید چه مهارت یا فن یا هنری رو دوست دارید برید سمتش و یاد بگیرید، با فرض اینکه وقتش رو داشته باشید، این انرژی رو به قولن کلا مهیا باشه شرایط، چه میرید به سمت یادگیری چه چیزی شخصا؟ غیر از معماری منظورته یا داخل معماری؟ چیزی که بلد نیستین در حال حاضر ولی علاقه دارین میخوان یاد بگیرین. اصلا تا حالا به این قضیه فکر نکردم. ببین، من خب ساز رو از بچگی زدم و چندین سالم هستش که درس میدم. شاید مثلا بخوام یک ساز، من همیشه جزء افسوسام هست، افسوس نیست تا حسرتم شاید نباشه، مطمئنا این کار رو یه روزی عملی میکنم. خیلی دوست دارم پیانو یاد بگیرم از سازهای حالا کلاسیک و سازهای خودمون هم. من عاشق قیچکم و اگر بتونم با اون استاد عزیزم که احساس همون میسازن با هم یک تفاهم مالی حداقل برسیم، شاید یه قیچک هم سفارش بدم و به زودی بخوام. اگر یک فراغتی داشته باشم مطمئنن میرم ساز یاد میگیرم، چون به نظرم، نظر شخصیه دیگه، هیچ هنری برای من نوعی ارضا کننده تر از موسیقی نواختن نیست. یعنی پناه من سروش همیشه موزیک بوده و چه حالا شنیدنش که پیش تعصبی هم ندارم، همه چی گوش میدم و حالا آدمایی که حداقل یه آشنایی با من دارن میدونن یه آگاهی نسبی و کمی هم دارم، ولی به همه کسایی که دارن زندگی میکنن پیشنهاد میدم که برن نواختن یک سازی رو یاد بگیرن، چون خیلی دنیاشون عوض میشه و خیلی میتونن اصلا حالشون رو بهتر بکنن یا حالشون رو بدتر بکنن. ما یک تلاش، نمیدونم چرا همیشه دوست داریم همه چیو بهتر بکنیم، بعضی وقتا از بدتر کردنش واقعا آدم نتیجه میگیره. فکر کنم این چیز، یعنی من باشم این همچین کاری رو میکنم. هنرهای دیگه واقعیت هیچ وقت اصلا بهش فکر نکردم. اگر وقت داشته باشم چرا دوست دارم کتاب ترجمه کنم، این خیلی دغدغه‌ام بوده قبلا، شاید این کارم انجام بدم، چون سوالتی طوری بود که اصلا تا حالا بهش فکر نکردم. فکر کنم همین دوتا فعلا برام بس باشه برای باقی عمرم، باقیات سوالات هم فکر کنم همین باشه. خب با تمام صحبت هایی که کردیم، برای جنبندی کلی میتونید برای شنوندگان یک نقش راه از تجربه خودتون که از کجا نقطه صفر معماری رو شروع کردید و به تخصص و دید بصری که معماری بهتون داده رسیدید رو برام بگید به صورت خیلی تیتروار و مختصر، اصلا نیاز به بس دادن نیست، یعنی به صورت کلی کسی که بخواد از صفر شروع کنه و به اون دید بصری تو معماری برسه دقیقا چه راهی رو باید بهش پیشنهاد میکنیم بره؟ قبلش فقط یه چیزی رو بگم، بازم مهی دارم باهات امروز مخالفت میکنم، به خاطر اینه که من مثلا مخالف همین کتابای قورباغه‌ات را بورت بده و اینجور چیزا، این موفقیت رو، اولا که من آدم موفقی نیستم،
چون فرق هست بین حالا اون چی دیدی که از بیرون هست یا مثلا موفقیت و رضایت، اینطوری بگم بهتره، ممکنه از بیرون مثلا یه همچین دیدی باشه ولی خب اون رضایت خیلی اهمیتش بیشتره. الان راضیم، الان از کاری که کردم حداقل راضیم، ولی خودم اصلا آدم موفق نمیدونم. و این چیزی هم که میگم شاید الان این همون سوال اولت، همون نسخه و اینجور چیزا باشه، من نمیتونم نسخه، چون آدم ها واقعا، هر آدمی عزیز و شریفه و هر آدمی باید خودش مسیرش رو پیدا کنه. این عرفا هستن، عرفا هم همیشه یک اعتقاد جالبی که دارن، میگن آقا من این مسیر رو دارم میرم، اگر حال میکنی بیا با هم دیگه راه میریم و از هم دیگه چیز یاد میگیریم. من خیلی به این اعتقاد دارم که ما باید از هم دیگه چیز یاد بگیریم و اینم باید تو حرف زدن و گفتگو کردن به دست بیاد. و اگرم حالا تو این مسیر طرف اتفاقا خیلی فوق‌العاده میشه که من الان وقتی که برای کسایی که نمیگم شاگردام، دوستایی که با هم سر یک کلاس بودیم، میبینم کارهای جذابی دارن انجام میدن، باشه کیف میکنن. ولی حالا به نظرم این که اگر میخوان معماری بخونن، اول به این فکر کنن که یا اصلا علاقمند به معماری ان، برن آگاه بشن از آدمایی که فکر میکنن یه ذره موفقا، بپرسن. معماری خیلی سخته، معماری بیخوابی داره، معماری واقعا کمرشکنه برای کسی که بخواد طولش. معماری خیلی رشته استرس داریه، اصلا شما نمیتونید تصور کنید وقتی که مثلا دارید چه میدونم بتون یه سقفی رو میریزید یا دارید ستون گذاری میکنید، یه خود جرثقیل یه تکونی بخوره، اصلا واقعا ترسناکه. خیلی از رشته ها این استرس رو ندارن. شما میتونید که معلم ساده باشید و برید پولتون خوبی هم در بیارید. اول پیشو به تنشون بمالن، دو با آگاهی بیان سمت این قضیه، سه برن دنبال زبون خودشون. مهمترینش اینه که ادای کسی رو در نیارن، ادای خودشون رو در بیارن و سختی بکشن تا میتونن کار کنن و سختی بکشن تا میتونن تلاش بکنن براش. این یه چیزیه که باید ما تمرین بکنیم براش. اگر یه نفر میاد شما میبینید دو تا خط میکشه و یهو اصلا یه کار شگفت‌انگیزی از توش در میاد، این آدم واقعا برای بابا یه مثلا مثالی که من همیشه میزنم، بابا زها حدید که الان خیلی اصلا دانشجوی دختر، خیلی جنسیت بندی نمی‌کنم، ولی چون یک زن موفق بوده تو معماری، خیلی آرزو اصلا آرزوش اینه که بشن زها حدید. ولی زها حدید آقا 20-25 سال این نقاشی ها و طراحی ها و کارهایی رو میکشید که هیچکی نمیفهمید، بعدش یهو اتفاقایی براش افتاد. به خصوص تو این دوران سریع الان ما باید تمرین بکنیم برای هزینه دادن، به خصوص هزینه زمانی، هزینه مالی، برای کاری که دوست دارن هزینه کنن. همه ما باید این کار رو بکنیم و حتی هزینه جانی چه ایرادی داره؟ ما الان مشکل اصلیمون اینه که نمیخوایم، قبول نمیکنیم که باید برای یه سری کارا هزینه بدیم. فکر کنم همینا باشه. مهمترینش اینه که آگاه باشن، کتاب زیاد بخونن، تئاتر برن، کیف کنن. ببین گفتی زیاد حرف نزنم، ولی من متاسفانه منبریم. من یه چیزی رو که خیلی خیلی بهش الان رسیدم، شاید بعداً اینو نقض کنم، ولی الان تو این به این قضیه خیلی رسیدم که کاری رو که میکنن واقعا عاشقش باشن. یعنی با علاقه صبح پاشن، مثلا بشینن پشت لپتاپ و اون کار رو با عشق انجام بده. الان من با تو دارم حرف میزنم، واقعا این کار برام بسیار عزیز و ارزشمند و با علاقه است. اگر نبود مطمئنا اصلا جواب چه میدونم دایرکت اینستاگرامت هم نمیدادم، ولی واقعا دوست دارم این قضیه رو که بشینیم حرف بزنیم با هم دیگه. و میگم پیشنهادم اینه که اگر میخوام معماری بخونم واقعا عاشق معماری باشن، وگرنه نمیتونن، وگرنه محو میشن و اذیت میشن و زمانشون رو از بین میبرن. برای همین من میگم ارشد خوندن تو ایران تباهی دیگه، زمانت رو داری از دست میدی. اگر دوست نداشته باشی، اگر دوست داشته باشی با آگاهی بری، دمت هم گرم و برو و مطمئنا به جای درستی هم میرسی. همین، من فکر کنم بیشتر از این دیگه پیشنهاد خاصی نداشته باشم. همین،
خیلی ممنون از جوابتون. بیشتر البته منظور از این سال این نبود که حالا دقیقاً همون بحث نسخه پیچیدن بود، بس اینه که برای کسی که میخواد درک بهتری از معماری رو بگیره یعنی چه راهی رو پیشنهاد کنه، یعنی چه کتابی بخونه، چه منبعی رو بره. بیشتر اینجوری بود سوالم. تا من خیلی اعتقاد دارم که دانش پیرامونی معماریشون رو زیاد بکنن. ببخشید من اگر متوجه نشدم اون سوالت رو اینطوری بود. من پیشنهادم همیشه اینه که دانش پیرامونی رو زیاد بکنن، یعنی رمان خیلی بخونن، چون رمان باعث میشه که شما فضا رو تصور بکنید و یه مدتی اون تو زندگی بکنید و بعد بیاید بیرون. یا حالا این فضا میخواد خونه باشه، شهر باشه، هر چیزی. رمان خوندن به نظرم خیلی خیلی کمک میکنه، چه فارسی چه یعنی رمانای ایرانی چه غیر ایرانی اصلا فرقی نداره. کتاب خوندن میتونه کمک بکنه، ولی من اینجا پیشنهاد کتابای معماری نمیدم. کتابای معماری باعث میشه که شما شعور معماریتون بره بالا. باید هم اینطوری باشه، یعنی کسی که تاریخ معماری بلد نباشه آدم بی سوادیه، تعارفی هم نداریم با کسی. حتما موزیک درست حسابی گوش بدن و تلاش کنن برای اینکه بفهمن موزیک درست چیه. اینم اصلا چیز پیچیده‌ای واقعا حداقل الان نیست. حتما اگر دارن تو ایران و تو بستر ایران کار میکنن و تلاش دارن که یعنی دوست دارن که اصلا معماری ایرانی با هر تعریفی که هست رو ارتقا بدن، باید موزیک ایرانی درست گوش بدن. اصلا گریزی نیست از این قضیه که باید شجریان، علیزاده، کلهر، مشکاتیان، نمیدونم لطفی، اینا رو باید خورده باشن. این نظر شخصی منه. باید زندگی کرده باشن با اینا، چون اینا ببین اینا ما یه چیزی رو مد نظر قرار بدیم، تو فرهنگ ایرانی اینا به هم گره خورده، خب و نمیتونی تفکیک کنی، در نتیجه تو نمیتونی معمار، نظر شخصی من باز اصلا درست و غلط چیز کاری ندارم، تو نمیتونی بخوای ادعا بکنی که من یک معمار ایرانی موفقم ولی میگم مثلا عشق داند لطفی و شجریان رو گوش نداده باشی. جدای از حالا این داستانا، حتما گالری زیاد برن ببینن، حتما مجسمه سازی و این رو پی بگیرن و کارا رو ببینن، چون بهشون واقعا چشم انداز میده، چون بهشون دیدگاه میده. و تئاتر زیاد برن که بفهمن نحوه حرف زدن و نحوه برخورد و نحوه مواجهه با یک آدم دیگه چطوری میتونه باشه، جرأت حرف زدن داشته باشن. همین. حالا نسخه های شخصی من کتاب و اینا اصلا معرفی نمی کنم، چون که آدم باید خودش برسه، میدونی خود، چون حداقل برای من نوعی اینطوری بوده که هیچ چی میگن مرشدی نداشتم که به هم بگه این کار رو بکن و آن کار رو نکن. بعد اتفاقا چند سال هم اینطوری هدر شده، که هدرم نبوده ولی صرف این شده که پیدا کنم مثلا چیزای درست و کتاب مرجع درست یا موزیک به درک بخور چیه. همیشه هم میگم آدم ها باید این هزینه رو بدن. این که من بگم این کارو بکن یا نکن، من رسیدم به این قضیه، نمیتونم به بقیه این پیشنهادو بدم. شرمنده اگر جواب درستی برای این سوالت ندارم. نه خواهش میکنم، جواب اتفاقا بسیار جامع بود به نظرم. و اینکه خدمت شنوندگان عزیز اینه که به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون از جناب آقای مهاجری عزیز و همچنین شنوندگان پادکست بابت همراهی در این قسمت از پادکست کوریر. آیدی اینستاگرام آقای مهاجری و پیج پروژه تهران ویلا و پروژه دیگه که ذکر کردن رو میذارم داخل کپشن، که اگه کسی سوالی داشت در رابطه با موضوعاتی که تو این قسمت مطرح شد بتونن مستقیما از ایشون بپرسن. روزتون خوش و تا پادکستی دیگر، بدرود.